فرزندان جنگ در انتظار سال. دختر نجیب الله پیامی کرد که هر کسی را به گریه آورد. توییت های دختر دکتر نجیب الله، آخرین رئیس جمهور حکومت کمونیستی افغانستان و حتیه میربان از فعالان مدنی در کابل که پدرش مجاهد بوده و علیه حکومت نجیب جنگیده، توجه زیادی را جلب کرده. با گذشت بیشتر از یک سال از مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نمایندگان امریکا در دوحه قطر، مردم افغانستان همچنان این روند را با نگرانی و امید دنبال می کنند و چشم به نتایج آن دوختند. این مذاکرات مسیر پرخم و پیچ را پیموده است. تازه ترین موضوع مورد بحث در آن کاهش خشونت و برقراری آتش بس است. شماره هشروندان افغانستان در روزهای اخیر با راه اندازی کمپاین تویتری از آرزوها و امیدهای خود در صورت برقراری آتش بس و تامین سال در افغانستان گفتند. در این میان تویت های ایلی نجیب و عطیه میربان از فعالان مدنی در کابل که پدرش مجاهد بوده و علیه حکومت نجیب جنگیده، توجه زیادی را جلب کرد. نجیب الله و برادرش پس از ورود گروه طالبان به کابل در سال 1996 از سوی این گروه به دار آویخته شدند و پدر حتیه در دهه 80 و 90 میلادی عضو نیروهای مجاهدین بر رهبری برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان در بدخشان بوده است. ایلی نجیب دختر نجیب الله در پاسخ به کمپاین اگر آتش بس شود چی میکنید؟ ایشان چنین پیام کرده است: پیاده از کابل تا میلان می روم و بالای قبرهای ابایم یعنی پدرش و کاکایم گریه کرده و دست بالا می کنم به دعا که دیگر هیچ اولاد در افغانستان یتیم نشود و در نزدیکی شهر یک مکتب می سازم و در پوهنتونهای افغانستان تدریس می کنم. صبح با طلوع آفتاب بر می خیزم و هر لحظه از زندگیم را لذت ببرم. بعد حتیه میربان در ارتباط به پیام ایلی نجیب نوشته است: پدر من در مقابل پدر ایلی جنگیده است، اما من به این جمله ایلی درستم. اگر جنگ تمام شود می خواهم تا جای دستم می رسد تبلیغ کنم که هیچ ایدئولوژی ارزش یتیم کردن کودکی را، بیوه کردن زنی را و بی فرزند ساختن مادری را ندارد. کنار هم زندگی کنیم، پلوی هم دفن نشویم. بعد در ادامه یک پیام دیگر که دردآورتر هم است، نیلوفر مرادی فعال حقوق بشر در کابل نوشته که کاش صلح بیاید تا هیچ زنی دیگر مثل مادر من بیوه نشود. مادرم 6 ماه عروس و 3 ماه باردار بوده که کاکایم را کشتن. او جنرال نظامی بوده. کاش جنگ ختم شود، این زنی مجبور نشود که عروسی ناموسی کند. رامین مظهر شاعر افغان در کابل نخستین کسی بود که کمپاین اگر آتش بس بیاید چی کار میکنم را براه انداخت. او نوشت: اگر آتش بس بیاید دلم می شود به ولایت دوردست نورستان در شرق افغانستان بروم و این سوال را از دیگران پرسید که دل شما چی می شود؟ حال اگر از شما پرسیده شود شما در پاسخ چی خواهید گفت؟ من که جوابم همین است: اگر آتش بس شود و افغانستان بروم، هر آنجایی که بتوانم می روم و از دیدن هر نقطه وطن و هموطنانم خاطره های با خود می داشته باشم. و شما نیز در این سوال پاسخ داشته باشید: اگر آتش بس بیاید شما چی می کنید؟ تا برنامه های بعدی شما را به خدای یکتا و یگانه می سپارم.